مرکز تعلیمی و تربیوی سرکس افغانستان میگوید طی 10 سال اخیر از برنامه‌های مختلفشان در 25 ولایت 2,700,000 طفل مستفید شدند. این مرکز امروز در کابل دهمین سالگرد تأسیسش را تجلیل کرد. وحید الله فیضی ساپی از کابل گزارش می‌دهد. مرکز تعلیمی و تربیوی سرکس اطفال افغانستان دهمین سالگرد ایجادش را با نمایشات جالب سرکس تجلیل نمود. این مرکز که در سال 2002 میلادی در کابل ایجاد گردیده است، در کنار بخش‌های سرکس، اکروباتیک و جاگلینگ، اطفال بی‌بضاعت در بخش‌های مختلف تعلیمی آموزش می‌بینند. اطفال مرکز تربیوی تعلیمی سرکس افغانستان که بسیاریشان کمتر از 18 سال عمر دارند میگویند طی 10 سال خنده بر لب‌های اطفال را آوردند که بسیاریشان در مناطق جنگ‌زده زندگی می‌کنند. خوش هستیم به خاطر از اینکه ما توسط از این نمایشات خود میتونیم که به لب‌های اطفال افغانستان خنده را بیاریم و ای که اطفال زیاد به می جنگ‌های متواتر که در افغانستان شده زیاد تصدیده شدن و ای که ما توسط زمین نمایشات خود میخواهیم که اطفال افغانستان خوش بسازیم. برای نمایشات سرکس در کابل اطفال مهاجر نیز آمده بودند که در حال حاضر در مناطقشان مشکلات زیاد وجود دارد و آنان به کابل پناهنده شدند. با گفته آنان آرزومند هستند که همچون نمایشات در تمامی ولایت راه اندازی شود تا بتواند اطفال افغان را روحاً تقویه نمایند. ما بسیار خوش هستم که از خورا و از برادرا از سرکس که هر کدام حرکت را یاد گرفتیم و بسیار ما خوش هستم کل برادرای و خوارجای و عزیز ما خوش هستم. مسئولین مرکز تعلیمی و تربیتی سرکس افغانستان میگوید در 25 ولایت در این مدت نزدیک به 2,700,000 طفل از برنامه های این مرکز مستفید شدند. این مرکز به شمول کابل در ولایت ننگرهار، هرات، غور و بامیان نیز نمایندگی ها دارند. در حال حاضر در کابل نزدیک به 200 طفل در مرکز تعلیمی و تربیتی سرکس در بخش های مختلف آموزش میبینند. ما کوشش داریم بخیر که بتونیم این سرکس نه تنها در کابل در ولایت‌هایی که مثلا فعلا مراکز داریم از اونها هم بیشتر بریم، در ولایت‌ها بریم، در ولایت‌هایی که مثلا دورتر است از یعنی بعد برنامه مطبوعاتی و گپان نیستن، تلویزیون وجود نداره، بتونیم برنامه هنر براسونیم اونها رو هم خط به لب‌های از اونها بیاریم. قابل به ذکر است که در سال 2010 میلادی اطفال افغان در فستیوال که در ایتالیا برگزار شده بود با نمایشات جالبشان توانستند کپ قهرمانی را به دست بیاورند. مسئولین میگویند در نظر دارند این روند را به ولایت دیگر نیز گسترش دهند.